با شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه برنامه فرهنگی معاصر است از سلسله برنامه ها. اگر به تاریخ تمدن ملت تاجیک نظر افکنیم، واقعا تاجیکان مردمانی هستند که در هر دوره و یا هر مرحله تاریخی مردمی تمدن سازند و با اون دستاوردهای مدنی خش توانستند در هر مرحله یک تمدن معینی را برای منطقه به وجود آورند و از جمله قدیم یکی از قدیمترین تمدن هایی که در به دست تاجیکان یعنی گذشتگان تاجیکان ساخته شده است این تمدن سرازم به حساب می رود و سرازم موضعی است که در حدود شهر امروزه پنجکنت یعنی در 9 تا 15 کیلومتری شهر پنجکنت امروزه جایگیر شده است و اکثر از باستانشناسان و محققان مطمئن هستند که سرازم واقعا تاریخ 5000 ساله دارد یعنی از اینکه تا امروز ثابت شده است که تاجیکان مردمان صاحب تمدن بودند و تمدن زیاده از 5000 ساله دارند ولی اون چی که به حیث یک نمونه واقعی یک جایگاهی که امروز ثابت کننده قدیمیت این مردم هست یا این ملت هست انا همین سرازم به حساب می رود و پس از یک سال با قرار یونسکو 5500 سالگی تمدن یا شهر سرازم تجلیل خواهد گشت و ما به خاطر بعضی از پهلوهای تمدن سرازم را شرح و توضیح کردن این برنامه را نامگذاری کرده ایم سرازم آغاز تمدن و البته چرا آغاز تمدن نامگذاری عنوانگذاری کردیم چون ما اصلا میخواهیم پهلوهای تمدنی سرازم را مورد بررسی قرار دهیم زیرا این موضوع میتواند یک موضوع دامنه دار باشد و این موضوع موضوع سلسله برنامه میتواند باشد که پهلوهای باستان شناسی و پهلوهای دیگری تمدن سرازم را و بازیافتای این موضع را مورد بررسی قرار دهیم و در برنامه امروز به خاطر توضیح دادن تمدن بعضی از پهلوهای تمدن سرازم ما با استودیو دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور مدیر شعبه صنعت شناسی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان اصل دین نظاموف رو دعوت کردیم و من استاد رو خیر مقدم میگم و به شما استاد اظهار سپاس میکنم سلامت باشید تشکر دعوت ما رو پذیرفتید و اکنون استاد شروع میکنیم نخست سوال ما این است که در همین 5000 سال مقدم آیا بجز از تمدن سرازم تمدن های دیگری وجود داشتند در پهنای همین منطقه یا وجود نداشتند و همچنین خود سرازمی ها اینها کیها بودند آیا مردمی بومی بودند مردمی کوچی بودند و اگر کوچی بودند خوب آیا از کوچیوان می تواند که چنین یک تمدن وجود داشته باشد میخواستم اول به همین پهلوها برای بیننده ما روشنی می انداخت تشکر مسئله اول این مسئله آیا در همون زمان یعنی 5500 سال قبل از زمان ما در همین پهنای آسیای مرکزی تمدن های دیگر وجود داشتند یا نه با این سوال باستان شناسان ما کی هست که در کتاب ها و مقاله ها در تحقیقات خودشون که در سرازم تا زیاده از 30-40 سال این جانب ادامه دارد جواب ها دادند جواب آنها سرول همین است که البته قبل از این زمان نیز در پهنای عالم تمدن ها بودند تمدن های شومر، اکاد، مصر قدیم تمدن حرب و دیگر تمدن ها بودند ولی در آسیای میانه در همین منطقه ای که امروز ما آسیای میانه آسیای مرکزی میگوییم دیگر تمدن وجود نداشت در باره تمدن سرازم سخن راندن قبل از همه من فکر میکنم که باید از شجاعت بسیار بزرگ و
زحمتی اولی استاد عبدالجان اساقوف یادآور شویم که اولین باستان شناسی است که با کوفتکوی سرازم آغاز کرد و تا چندین سال واقعا مرکزی تمدن بودنی سرازم را با یک چند تحقیقات های خود، با بازیافت های خود و با شرح این بازیافت ها اثبات نمود. البته حالی کار در این ممنوگاه سرازم ادامه دارد. ما امیدواری آن هستیم که سالهای زیاد باز تحقیقات ادامه می دهد و توجه خاصی سروری دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که با تشبس اون کس این موضع ممنوگاه زیر پرستش دولت قرار گرفت و مبلغ گذاری کلان شد و آینده البته نشان خواهد داد که تمدن سرازم واقعا آغاز تمدن در آسیای میانه می باشد. همه بازیافت هایی که از زیر زمین در سرازم پیدا شدند دلیل آنند که مردم سرازم شهر ساز بودند، تمدن ساز بودند و بار اول در همین منطقه با زراعتکاری آغاز کردند. با زراعتکاری، با رویاندن جو و گندم و دیگر نمودهای محصولات غذا. یعنی انسان مردم سرازم طبیعت را از همون دوره به خودشان مطیع کردند. اما برای مطیع کردن طبیعت البته عامل های بزرگ در کار بود، لازم بود. یکی از این عامل ها آلات مهنت. آنمون گذشتن از دوره سنگ به دوره برنجی یا انیالیت میگویند، همون دوره مردم سرازم با کدام قدرت علمی تکنولوژی گوییم، با یک قدرت، با یک هنر بزرگ با اون نایل گشتند که آمیخته مخصوصی میس و برنجی و قلعگی و بنیاد کنند. برای این کره ها در کار بود، این کره ها رو ساختند. این البته شاید در 10 سال، در 100 سال نه، خیلی دوره زیاد رو طلب میکرد و این مردم به همون نایل شدند که آلات های نوی مهنت آفریدند. از جمله همون خودی آغازی کوفتکوی سرازم از پیدایش یک تبر برنجی سر شده بود که یک ساکنی همین دهه با آلمان هم تبر برنجی را نشان داد که از خانهش پیدا شده است. یعنی تبر برنجی این اولین آلات مهنت است که برای کارکرد زمین، یعنی برای گزارش انسان از دوره چی میگن، از دوره تنها استعمال کردن محصولات طبیعت با دوره استحصال کردن، یعنی غذا رو باید من بعد استحصال کرد. انا همین گونه دوره رو، همین بنیاد آلات مهنت، همین رشد هنرمندی، رشد هنری سفالپزی، همین کره های بزرگی که از زیر زمین پیدا شدن اثبات میکنن. اون سوال شما دایر به اون که کی بودند؟ سرازمی ها کی بودند؟ البته اگر تخمین کنید که سرازمی ها کوچی بودند، پس اونا به شهرسازی مشغول نمی شدند. معلوم می شود که اهالی سرازم، مردمی سرازم، مردمی بومی بودند، مردمی تهجایی بودند و به شهرسازی آغاز کردند. ساختمان شهر این تنها برای زیست و زندگانی نیست، یعنی تنها منزل زیست نیست. اینجا جای بازار، جای قصرها، جای معبدها، یعنی جای جمع شدن مردم اطراف و از همه مهمش برای همون زمان شهرسازی یکی از واسطه های رشد تجارت و ارتباط با مدنیت های همسایه دور و نزدیک ایمان میشد. چون که بازیافت ها و تحقیقات عالمان اثبات میکند که در سرازم علاکه یک جرایان خیلی فعال تجارت آغاز شده بود. پس معلوم میشود که همون محصولاتی که سرازمی ها استحصال میکردن، همون کوزه و سفال و آلات مهنت و دوس و نیزه و دیگر چیزی که برای شکار ضرور بود، برای همه این محصولات البته به فروش میرفت. یعنی در سرازم بازار موضع تجارت تشکیل شد و تجارت خودش یک واسطه ای باسم رشد یافتنی مدنیت ها، باسم رشد یافتنی تمدن گردید.
بله و واقعا استاد اگر از نظریه فرهنگ ببینیم حتما خود مدنیت در جای پیدا میشد که اونجا کشاورز است و کشاورز واقعا امکان دارد و وقت زیادتی هم دارد که اون در اون عامل های استتیکی یا زیبایی شناسی به وجود آیند و خانه بنیاد کند، خانه آرایش دهد و همین طور شهرها هم از مردمان شروع می شوند شهرسازی که اونها واقعا کشاورزند و کشاورز چون همون مزرعه که دارد جای دائمی هست و کوچیوان اینها همیشه که در سیر و در گردش هستند، یعنی باید. از یک چراگاه به چراگاه دیگر با چرانیدنی همون مالهای خود مشغولند، برای اونها مثلا خانه ساختن، شهر داشتن ضرورت و خود تمدن هم با یعنی آغاز مدنیت با همون کشاورزی طبعمند، یعنی اون زمان که کشاورزی به وجود آمد چون انسان از به طرز تیار استعمال کردنی طبیعت رفت به استحصال کردن و خوب شما درست قید کردید که سرزمی ها واقعا یک تمدنی بسیار بزرگی هست در سرزم. خوب پس اگر ما میگیم که سرزم تمدن است و 5500 سال فرصت دارد چون عنصرهای بسیار بلند تمدنی و از جمله همون محصولات استحصال کرده که اونها یعنی آلات نوی مهنتی که به وجود آوردن اینها دلیل یک تمدن بودن. پس آیا گفته میتوانیم که برای تا به درجه همین تمدن رسیدن یعنی تخمین میرود که یکان 2000 سال دیگر اینها تقدمیت مدنی سرچشمه های مدنی دارند که تحول یافته تا به درجه تمدنی سرزم رسیده است. آیا امکان دارد همین طور بررسی کردن؟ بله. میدونید اون چیزی که امروز عالمان اشاره میکنند به 5500 سالگی تمدنی سرزم، البته میتوان تخمین کرد که این تمدن در یک روزو در 10 سال در 100 سال پیدا نشده است. یعنی تاریخ بنیاد این تمدن باسم قدیم تر است. یعنی ریشه های قدیمی دارد. چون ببینید در سرزم همین تکنولوژی معدن سازی، معدن گدازی پیدا شد. این تکنولوژی در یک روز در 100 سال پیدا نمیشد. این خودی همون معدن ها رو یافتن، جدا کردن، به هم آمیختن، تجربه های شاید 10 سال و 100 سال ها گذراندن، کره های گوناگون ساختن، همه این البته یک درجه خیلی عالی تجربه زندگی رو، چون این همش محصول تجربه زندگی است، یعنی تجربه ها میگذروندن. بله. در نتیجه همین تجربه های 10 ساله و 100 ساله انا همین گونه تکنولوژی نو پیدا شد. یعنی اینها با استحصال واسطه های استحصالی گذاشتن. این یک علامتش. علامت دیگر آن است که عموماً تمدن ها در یک روز دو روز پیدا نمیشن. ما حالی با عمق ریشه های تمدنی سرزم حالی نرسیدیم. بله. چطوری که حالی کفتکاف های سرزم دوام دارد. حالی بسیار چیزها رو اگر باستانشناس ها پیدا میکنن باز دلیل های زیاد پیدا میشد که در اینجا ریشه های قدیمی تمدن وجود دارد. حتی شاید به همون دوره های شومیر و اکد هم رسد. اگر شهرسازی گیریم، من میگم که در آسیای میانه در این منطقه ما گویا شهرسازی رو اساسا اسکندر مقدونی آغاز کرده است، هم شهرهای بزرگ بنیاد کرده است. یعنی اما ببینید که قبل از اسکندر این گونه شهری بزرگ پیدا شده است و شهر در برابر تجارت و در برابر زیست و زندگانی یک پدیده خیلی بزرگ دارد که این معبدها. یعنی در این دوره انسان علاقه خیلی از باورهای قدیم دست کشیده به باورهای نو گذشت، به میترائیزم، اعتقاد و عبادت به آفتاب، چون آفتاب یکی از عنصرهای بزرگترین طبیعت است که انسان همیشه احساس میکرد گرمی آفتاب رو و احساس میکرد که این گرمی یک نور خالی نیست، یک نیروی بزرگ است که برای زندگی و کمک میرساند، مدد میرساند. انمین باورها اعتقاد به آفتاب و آواز میترائیزم و بنیادی یک معبد نه، یک چند معبدها. من بقربی در
سراز باز یک معبد نو پیدا شد و همون معبد بزرگترینی که امروز یکی از دستاوردهای بزرگی سراز به حساب می رود این معبد آفتاب است. معبد آفتاب است که در روی زمین همون شکل بزرگی آفتاب رو کشیدن، ساختن از سفال ها و از لای و از اگه ساختن و اونجا عبادت میکردن. عبادت کردن این هم یک مرحله نو و بزرگی تمدن است. یعنی انسان در برابر مهنت، در برابر استحصال کردن غذای برای خودش باز به عبادت مشغول شد. در نتیجه همین رشد هنر، زیبایی پرستی، این یکی از دستاوردهای بزرگترین انسان است، اهل بشر است. چون که انسان در یک دوره معین، همین در دوره شهرسازی، تمدن سازی، در این دوره به قدر زیبایی رسیده با آن آغاز کرد که سر و لباس خود رو، خانه های خود رو، همون غارهایی که زندگی میکردن با نقش و نگار، با صورت تصویری همون حیوان هایی که از پس آنها شکار میرفتن، شاید در زمستان ها در وقت هایی که از شکار میامدن و هفته و ماه ها شاید به شکار نمیرفتن، با تصویری همون حیوان ها نظر میکردن. از همینجا زیبایی پرستی پیدا شد. ببینید ملکه سرازم با سر و لباس خیلی زیبا گرونده شده است. نه تنها زیبا بلکه با زیاده از 14,000 پدیده های آرایشی که در بین آنها هم گوشواره های طلا و دیگر نمودهای همون بیژوتری میگویند حاضر آرایشی، اینها با همون سر و لباسش به قبر موندن. این رو بینید، این از چی دلالت میدهد؟ اون کودکی نیاندرتالی که اکادمیک اکلادنیکوف پیدا کرده بود از تشکتوش، یکی از عقیده های اکلادنیکوف هم در بود که در اطراف همین جسد کودک سنگ ها و عنصر ها به یک طرز مخصوص گذاشته شدند. یعنی او در همین اساس میگوید که اینجا رسم بود، مراسمی با گروندنی هم تو بزیر زمین نپرتفتین، یعنی یک مراسم بود. اما در خیلی قدیمتر از این نیاندرتالی ببینید که در سرازم نه تنها مراسمی مخصوصی گروندن، بلکه با سر و لباس زیبا، با تجهیزات دیگر و با خبرهای دیگر. یعنی اینجا این انا همون مراسم گرانیدن هم بینید در مصر قدیم همون گفتیم که بعضی شاید علامت های همون شمیر و عکد و مصر قدیم، در مصر قدیم با انامین فرعون ها با تمام تجهیزاتی گویا برای اون دنیا ضرور میگرانیدن. این انا در سرازم هست، یعنی گویا در اون زمان در اون دنیا برای ملیکا همین سر و لباس، همین تجهیزات، همین چیزا سر میشد. این باوری بزرگی، یعنی یک دلیلی باوری بزرگی این مردم با زندگی هم امروز با هم زندگی اون دنیا بود. این معبدها انم شهادت میدهم. یعنی یک عمومیت های هست که ما گفته میتوانیم که این تمدن با تمدن های دیگر، یعنی یک رابطه، یک پیوستگی واقعی داشت. خوب استاد، این که همین تمدن سرازم بعداً با تمدن های بعدی ما، یعنی ما خوب دوره ساسانیان بود، دوره سامانیان بود، خوب آیا دوره پنجکنت قدیم، پنجکنت قدیم بود، بله بعد خود سرازم، اول پنجکنت قدیم. خوب اینو چی یگان تاثیر پذیری تو اندازه بین همین تمدن ها، همین حوزه تمدنی وجود دارد؟ میدونید عموما گفتیم که تمدن ها با کلی بنیستی نمی روند. بله. چون که تمدن ها در ذهن و در تجربه انسان جای خاص دارند و این را یکون قدرت نیست کرده نمی تواند. کم می شود، از جای بجای می کوچد، لیکن بنیستی نمی روند. علمی تمدنی سرازم که امروز شهرت بزرگ دارد و امروز در جهان متخصصان زیادی جهان توجه خاصه دارند به این تمدن، بنیستی نرفته است.
در پهلوی سرازم بعد از 2000 سال گیم 2500 سال گیم پنجکنت قدیم بنیاد شد. مدنیتی که باسم شهرسازی، باسم همون قصرسازی، کوچه ها، معبد ها، آتشکده ها و در رشدی فرض کنیم انانه های سرز، باسم همون زیر و زیور، جواهرات، یعنی هنرمندی رشد یافت. و ببینید که در دیواره های پنجکنت اگر در از سرزم تنها قبر ملکه سرزم پیدا شد، یعنی استخوان هایش با سر و لباس و زر و زیورش، در پنجکنت آلیهای هنر همون چنگ نواز دختری پنجکنت که در روی دیوار با این قدر هنر، با این قدر زیبایی تصویر کرده شده است. حالی وای رو میگن که چنگ نواز دختر، حالی وای رو میگن که یک آلیهای هنر، همون موزه، همون موزه ای که یونانی ها همچون آلیهای موسیقی میگفتن. اینجا در پنجکنت بعد از 2000 سال سرازم همون آلیهای هنر در دیوار با همون زیبایی خودش تصویر کرده شده است. یعنی تمدن سرازم دور نرفته است. اول شاید تخمین میتوان کرد که اول به پنجکنت قدیم گذشت، بعد از چندین سال وقتی که بعد آغاز استیلای عرب در دوره سامانیان، در دوره سامانیان هم کلی فرهنگشناسان عالم با اون عقیده اند که تمدن سامانیان یک تمدن احیاگرایانه بود. یعنی در دوره سامانیان بسیار عنصرهای تمدنهای قدیم، مدنیتهای قدیم مورد احیا قرار گرفتند. یعنی استاد پس از 200 سالی که اینها یک نوع 200 سالی که در مقابل اعراب مبارزه بردن و حتی اعراب توانستن در این 200 سال بعضی از فرهنگ ها را کلن از بین برند، به مثل قبطیان، از جمله خودی هم پنجکنت هم، قبطیان و پنجکنت هم، ولی از همون خاکستر توده هایی که از سوختار و کشتارهای عربی به وجود آمد، از همون پارلخچه های دوباره اوج گرفتند و اینها همون تمدن کهنه را دوباره زنده کردند، همه اون عنصرهایی که در گذشته بودند. درست است؟ همون مراسم هایی که آغازش در سرازم است، فرض کنیم مراسم های باورها و گرانیدن و دیگر ببینید در پنجکنت قدیم در تصویر کینی ایرج، بعدن بعدی 400 سال نرشخی شهادت میدید که در بخارا سرودهای کینی ایرج میخوندند. یعنی ما با نرشخی باوری کلی داریم و میگه در بخارا تا حاضر میخوانند و با تاریخشون قدیم گفته. یعنی یا قصه های رستم نامه قبل از 200-300 سال انشای شاهنامه در پنجکنت قدیم همین تصویر پهلوان هایی که مردم رو یا جامعه رو از بعضی همون دیو و اژدهاهای افسانه‌ای و دیگر نجات میدادن، تصویر اینها هست. یعنی این باورها هم آغازش در سرازم است، بعد میاد به پنجکنت، بعد میرد به سامانیان و بعد از این به تمدن های دیگر نیز میرد. احیای تمدن ها در دوره سامانیان عنصرهای زیاد دارد، صدها هزارها عنصرها دارد. فرض کنیم از جمله همون عنصرهای ترانه خوانی در ایجادیات رودکی، فرض کنیم ژانر ترانه قبل از رودکی در دوره ساسانیان و قدیمتر ترانیک خوانی ها موجود بود. رودکی این را در دوره سامانیان احیا کرد. یا بسیار دیگر قصه و روایت های کلیله و دیمنه و دیگر مثال بیاریم. یعنی این جریان احیا نمودن تمدن های قدیم در دوره سامانیان خیلی فعال شد. گویو برخلاف همون خرافات ها و باورهایی که عرب ها می آوردن، این توجه به قعر عصرهای تاریخی خودشان، به احیای پدیده های تمدنی خودشان بود و این محصولی خیلی بزرگی تمدنی اهل بشر به حساب می رود. اون بازیافت هایی که از تمدنی سرزم یافت شدن، این ها تا چه اندازه به تمدنی هندی، یعنی تمدنی مخنجدرو مانندی عمومیت دارن. میدونید وقتی که ما تصویر آلات های مهنت را از حرب میبینیم، اونجا هم بازیافت های زیاد گذارنده شده است،
گویا عیناً همون شکلی همون تبری دو دمای سرازم که یک طرفش تیز است برای کارکرد زمین، یک طرف دیگرش خیلی پهنه، گویا که این یک تبر است. این البته این رو گفتم ممکن نیست که اونها از سرازمی ها گرفتن یا سرازمی ها از اونها گرفتن. این هر دو تمدن گویا در یک زمان رشد می یافتند و تمدن حرب نیز هم خیلی به نیستی رفت. اما اینجا ببینید، سرازمی ها شهرسازی رو آغاز کردند. در همین منطقه اولین شهرسازی این شهری سرازم بود 5500 سال پیش. شهرسازی قایده و قانون های خودش رو دارد، دیوار ها، کوچه ها، کشک ها، خانه ها و همه این از روی یک نمود گویا یک ارخیتکتوری معین. ارخیتکتور از مساله ساختمان، مساله ساختمانشون از غشت های کلان، غشت های گوناگون، یکیش برای دیوار، دیگرش برای فرض کردیم اون کره های هنرمندی و دیگر دیگر. خودی اگر ارتباطی بین همین شهرسازی رو گیرید، فرض کردیم پروفسور لوریه که امروز در پنجه کنت قدیم از جانب ارمیتاش کار میکند، بر اون عقیده است که میگوید غشت هایی که در پنجه کنت قدیم استفاده شدند عیناً مثال همون غشت های سرازم است. 2000 سال گذشته است، یعنی یک تکنولوژی تیار کردن همون غشت ها گویا انتقال یافته است. یا در همون تیار کردن لای همون غشت ها که با از کاهی مایده استفاده می بردن، دیوارها رو با همون کاهی مایده اندوا می کردن. 40-50 سال دیگر، 40-50 سال پیش دوره امروزی ما گیرید، در خودی همه پنجه کنت من در تاجیکستان در همه جا همه کاه اندوا تا حاضر ادامه می یابد. یکی از بهترین، یکی از بهترین و از جهت اکولوژی پاکیزه ترین اندوای خانه این کاه اندوا بود. بعد گرم من برای حفظ گرمی در زمستان گرم، در تابستان همون انانه ببینید 5500 سال از بین نرفته است، چونکه انم واسطه بود، یعنی همون وقتی که زراعت کاری بود اون غله رو میدرویدن، یا آرکیولوگا باستان شناسا میگن که نمیدرویدن، از ریشش میکندن، فرصتی و دست استفاده بردن نبود، همون گندم که پخت از ریشش میکندن، چی میکردن؟ با همون سنگ ها آرد میکردن و کوهش استفاده میبردن، یعنی تکنولوژی. همین شهرسازی با بخارا هم گذشت، همین اسلوبی احاطه کردن شهرها با دیوارها که برای حفظ از تخت و تازی بگانه و دیگر دیگر، یعنی انانه های بسیاری شهرسازی و هنرمندی، زرگری، کورسازی، سفال پزی و با نقش و نگار آرایش دادن سفال ها. ببینید خودی دوره همین آماده نمودن کوزه ها از سفال تا دوره همون کوزه ها رو با نقش و نگار آرایش دادن شاید 2-3 هزار سال در تمدن انسانیت داشته بود. در سرازم در یک شهر علاقه سفال پزی بود و با نقش و نگار های گوناگون همین کوزه ها رو آرایش میدادن، سفال ها رو با اون نقش ها عجایب یک خصلت ها دارد، نقش های چارکنجه، نقش های سیکنجه، نقش های موج آب. ببینید که در پهلوی سرازم دریای زرافشان جاری است، همون موج دریای زرافشان رو گویا همون رسامی اولینی کوزه ساز از موج دریا آب را گرفته روی کوزه چی میکرد، انعکاس میکرد. و تشکر زیاد استاد، من فکر میکنم که موضوع سرازم یک موضوع دامنه دار است و این موضوع پهلوهای گوناگون دارد و همه اون رو ما نمیتوانیم در یک برنامه گنجایش کنیم و امیدوار هستم که ما یک سلسله برنامه، یک چند برنامه در این مورد خواهیم داشت و به شما اظهار سپاس میکنم برای یک گزارش بسیار مفصل، چون در پیش جشنی 5500 سالگی تمدن سرازم رو داریم و متاسفانه معلومات خیلی برای بینندگان و نهایت کمتر است به مردم و از این لحاظ فکر میکنم در طول این چند لحظه که با شما بودیم و شما یک اطلاعات بسیار خوب و دقیق درباره تمدن سرازم ارائه کردید، بیننده عزیز ما هم یک خلاصه های خود رو، یک برداشت رو، یک معلوماتی رو درباره سرازم
حاصل کرد و امیدوارم که من بعد نیز تا جای توانسته باشیم بعضی از پالوهای دیگر این تمدن رو برای بیننده عزیز مورد بررسی قرار دهیم، زیرا فکر میکنم جای افتخار هم هست که همین گونه یک تمدنی بسیار واقعا عنصرهاش تا امروز زنده، 5000 با تقدمی 5500 ساله که بازگو کننده آن است که تاجیکان واقعا مردمی صاحب تمدن بودن، فرهنگ سالار بودن، سازنده بودن، بنیادکار بودن و این نشان همین تمدنی باقی مونده های تمدنی سرزم است و برای شما یک بار دیگر استوری تشکر میکنم و بیننده عزیز و ما هم امیدوار هستیم که در حافظه تاریخی هر کدامی از ما باید دانسته باشیم که مردمان ما همین گونه یک مردمان سازنده، یک مردمان با یک تقدمیتی 5500 ساله تمدن دارند و تا به تمدن تبدیل یافتن البته فکر میکنم یک حدود 2500 سال دیگر بوده است که اینها تا به درجه تمدن رسند و دانستن این تاریخ و از در چارچوبه دانسته های تاریخی مون فردای خود را برنامه ریزی کردن خوب این باید هدف هر کدام از ما باشد، زیرا گذشته را دانستن فقط به خاطر آن است که یک آینده بهتر را سازیم و آینده بهتر را ببینید ما چون گذشتگانی بسیار تمدن آفر داشتیم، سازنده بودند و در سطح جهانی امروز ما میبینیم که زیاد از آثار تمدنی اینها به کشورهای دیگر، به تمدنهای دیگر انتقال شده است و امروز چرا ما باید فقط نگاه کنیم که کیها و چیهای را میسازند؟ ما که از همان دودمان یعنی با وجود آمده ایم، ما از همان اجدادانی یعنی نبیرگان و پساوندگان همان بزرگان هستیم که صاحب تمدن بودند و امروز نیز باید ما با در نظر داشت همین گونه یک اعتماد به خود، نیروهای انسانی خود، دانش، فرهنگ و خرد خود رو روانه آن سازیم که باز یک ملت تمدن ساز در سطح جهانی بوده باشیم و این از هر کدام ما طلب میکند که با خرد، با اندیشه، با دانش مسلط باشیم، پس میتوانیم در سطح جهانی دوباره جایگاهی قبلی خود را داشته باشیم. روز و روزگار شما خوش و خوشایند، خرد یار و مددگار شما، پاینده با تاجیکستان عزیز، بدرود تا درود دیگر.